بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتری در انتظار شما باشه. طبق معمول هر جمعه ساعت 12 ظهر متاسفانه قطع شد ارتباط ما با آقای موثقی و نمیدونم چرا، ایشون میخواست با کامپیوترش تماس بگیره، گفت که نمیدونم چرا به اصطلاح تلفنش دخالت میکنه و اون وصل میشه. گفتم متاسفانه این روزا دیگه اختیار از دست ما بیرون رفته و به نظر میرسه یه سری موجودات فضایی دارن ما رو کنترل میکنن. حالا اگر آقای موثقی صدای من رو میشنوه لطف کنه ایشون تماس بگیره، چون اون تماس قطع شد. الان هم که زنگ میزنم تصویر ایشون رو ندارم. صدای ما رو دارید آقای موثقی؟ من صدای شما رو خیلی ضعیف دارم، صداتون خیلی ضعیفه. بله یه چیزی اشکال داره، الان تصویر شما هم رفت و قطع شد، من دوباره زنگ زدم. من فکر میکنم شما دو سه تا چی اونجا داره رو اینترنت کار میکنه و اینها دعوا میکنن سر میکروفون و دوربین شما. اگر خاموش کنید اونایی رو که استفاده نمیکنید، اینجوری ممکنه کارمون بهتر بشه. در صورت دوستان عزیز، امروز با آقای سید امیر موثقی هستیم، فعال حقوق بشر از کانون آوا از آلمان. ایشون قبلا هم مهمان برنامه بوده و خیلی خوشحالم که دوستان این شهامت شجاعت رو دارن که بیان و بگن که ما رفتیم و با امید و آرزوی آزادی، ولی به اینجا رسید که همون سازمانی که بهش عشق می‌ورزیدیم و جوانیمون رو گذاشتیم ما رو زندان انداخت، شکنجه کرد و حالا هم که آمدیم بیرون دست از سرمون بر نمی‌داره و هزار تهمت و تهدید و توهین. هنوز تصویر شما رو ندارم آقای موثقی، میخوام من قطع کنم شما به من زنگ بزنید. ولی بله بله قطع کنیم دوباره. بله بله، در صورت دوستان من همیشه گفتم این برنامه های زنده متاسفانه اشکالش اینه. اتفاقا حالا برای من نوشتن که آدرس آقای موثقی این هست، شاید این دلیلی بوده که آقای موثقی تلفن شما با اون یکی به اصطلاح وصل شده. میگم این دوستان بعضی وقتا وقتی که آهان بله بله وقتی که پسوردشون یادشون میره، به جای اینکه از طریق ایمیل پسورد قدیمی رو پیدا کنن، فوری یه حساب دیگه باز میکنن. حساب دیگه باز کردن درسته که راحته، ولی از طرفی اون وقت کامپیوتر شما گیج میشه، نمیدونه شما با کدومش. بله مثل که الان خوب شد تصویرم هست، صدای منو میشنوید شما آقای موثقی؟ بله بله بسیار عالی، خواهش میکنم. نه من فکر کنم اون به اصطلاح کامپیوترها دارن با هم میجنگن، شما اینقدر خوبی که اینها سر شما دعواشون شده. خب آره، نه من متاسفانه امروز یه مشکل فنی برای اسکایپ هم ایجاد شده. بله بله. با کامپیوتر نتونستم واسشم از طریق موبایل دارم با شما تماس میگیرم. آقا این پولای میلیونی رو که شما میگیرید از جمهوری اسلامی، خب یه مقدارشو خرج کنید، همه رو نریزید به حساب، همه رو نگه ندارید برای آینده. دوستان عزیز، همونجور که خدمتون گفتم با آقای سید امیر موثقی هستیم، ایشون از کانون آوا فعال حقوق بشر هستن و از آلمان، و امروز درباره یه موضوعی که چند هفته گذشته باهاش همه ماها روبرو بودیم و دیدیم که ببخشید تا بوی کباب آمد، افرادی از خارج آمدند و میخواستن اونها هم کبابی نوش جان کنن، بعضی هاشون خودشون کباب شدن، از جمله خانم مریم رجبی. و جالب اینجا بود که این تظاهرات و تظاهرات به حق ایرانی ها در ایران و در شهرهای مختلف یه معجزه بزرگ داشت. بگم اون معجزه چی بود؟ مرده رو زنده کرد. آقای رجبی که 2 سال پیش آقای اون الترکی، آقای فیصل الترکی گفت آقا مرحوم رجبی دست از سرش بردارید بذارید آسوده بخوابه، آمریکایی‌ها میگن rest in peace یعنی آسوده بخوابد، این زنده شد و 5 تا پیام داد. من میکروفون رو در اختیار آقای موثقی قرار میدم تا ایشون درباره سوء استفاده فرقه رجبی از تظاهرات اخیر داخل کشور برای من و شما صحبت کنن. بعد از برنامه ایشون یک فیلمی هست که آقای سیامک نادری، یک ویدیو برنامه‌ای هست
سیامک نادری صحبت کرده، اونو برای شما پخش میکنم و در فیسبوک هم لینکش رو در زیر این دو فیسبوک، صفحه شخصی خودم و صفحه مردم تیوی قرار میدم. آقای موسوی خیلی خوش آمدید، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم در سر تا سر دنیا، بفرمایید. بله، با سلام خدمت شما آقای سوری، خیلی ممنون، خیلی زحمت کشیدید، و با سلام خدمت بینندگان محترم این برنامه. من امروز در خدمت شما هستم، همونطوری که فرموندید، بله بوی کباب اومد و فرقه رجبی دوباره سراپا به صحنه آمد و شروع کرد به اینکه خلاصه برای خودش یه چند روزی دوباره دستگاه تبلیغاتیشو سر و سامونی بده و نیروهای پاسیف شده رو به صحنه بکشه و از جمله خود رجبی که سالیان بود مرده بود و یه شبه زنده کنه و ازش یه پیامی در بیاد برای مردم در داخل کشور. قبل از شروع برنامه همینجا خواستم از این برنامه استفاده کنم به خانواده های کسانی که در کشتی سانچی کشته شدن تشییع عرض کنم، چون این خانواده ها هنوز داغدار هستن و هنوز چشم انتظار هستن که شاید به ته گوشه ای از این جگرگوچه هاشون به دستشون برسه. موضوع بعد از همینجا باز به خانواده هایی که در آشوب های اخیر در داخل ایران در شهرهای مختلف توسط یک سری از کسانی که به ناحق خودشونو انقلابیون مدرن امروز میدونن وارد جامعه شدن، با چوب و شمشیر و با سوء استفاده از امکانات عمومی سوار شدن بر خودروهای دولتی و اونا رو بدون سرنشین به میون مردم رها کردن و باعث کشته شدن بچه ها و زن ها و کودکان و مردان شدن و پرچم ایران رو آتیش دادن. حالا پرچم ایران با هر آرمی، کسی حق اینو نداره که پرچم کشور خودش آتیش بزنه، جز یک سری خارجی، جز یک سری وطن فروش، جز یک سری افرادی که اصلا بویی از انقلابی و انقلابی بودن رو نبردن، فقط اینا میتونن پرچم یک کشور دیگر آتیش بزنن. اگر من به عنوان یک ایرانی در داخل از کشورم به هر میزانی با حکومت مشکل داشته باشم، هیچ موقع نمیرم پرچم مملکت خودم رو آتیش بزنم. ولی امروز ما میبینیم که پرچم ایران به آتش کشیده میشه در داخل کشور، مردم بیگناه توسط یک سری افرادی که خودشونو انقلابی میدونن دارن کشته میشن، و از این طرف آقای رجبی و خانم رجبی با سوء استفاده کلان از این موضوع در داخل کشور اومدن در خارج کشور پرچم علم کردن و خودشونو حامی و پشتیبان نیروهای در داخل کشور میدونن که بر علیه حکومت دارن به اصطلاح اینا انقلاب میکنن. ببینید امروز فرقه تروریستی رجبی به سرکردگی مریم رجبی بارها و بارها از شروع ماه دیماه اومده به صحنه، و با اینکه ما هزار اشرف، اگر شما عکس شماره یک رو نشون بدید میبینید که خانم مریم رجبی در پشت تریبون ایستاده و میگه که ما داریم هزار اشرف در داخل ایران بنیانگذاری میکنیم و با این هزار اشرف نیروهای خودمون رو در داخل کشور سازماندهی میکنیم و این نیروها مردم رو سازماندهی میکنن برای براندازی حکومت ایران. آقای موسوی اجازه بدید که ما بگیم اینا درست میگن و هزار تا اشرف هم درست میکنن. یه ضرب المثلی داریم، میگه مشت نمونه خرواره. اگر این یک دو سه اشرف قبلی کاری کرده بودن، خب میگفتیم مثلا اینا سه تا آخوند کشتن، حالا اونا هزار ضرب در سه میشه 3000 تا. اینا تو سه تا اشرف یا دو تا اشرف تا کنون 120000 تا کشته دادن، خب نتیجه میشه که تو 1000 اشرف 2 میلیون کشته میدن. فقط بدبختی اینه که اینا 2 میلیون عضو ندارن، اینا با این همه سر صدا و تبلیغ
دو جا دو تا عکس یواشکی از خانم رجوی رفت بالا، ضمن اینکه آقای رضا پهلوی با اینکه هیچ فعالیتی نداره سر و صدا و اسم اون بیشتر بود. یعنی واقعا تو این سازمان یه نفر نیست که بهشون بگه که ما داریم چه کار میکنیم، ما داریم کجا میریم. من میدونی هر چی شماها تعریف میکنید و ما بیشتر واقف میشیم که این یه فرقه بوده، ولی باز برام قابل قبول نیست که حتی فرقه هم وقتی یه جمعی هست اگر دارن دور خودشون دور میزنن، یکی میگه آقا مثلا ما 3 هفته پیش هم اینجا بودیم، من این درخت رو میشناسم، این گیاه رو میشناسم، این راه که میریم راهی نیست که ما رو به مقصد برسونه، همش داریم دور خودمون دور میزنیم. من ساکت میشم و فقط میخوام بگم که واقعا تعجب میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم شما لطف دارید آقای سردی. ببینید مجاهدین همواره خواستن با دروغ، با دغلبازی، با به اصطلاح سیاهی لشکر سازی از بنیادشون وارد صحنه باشن، ولی خب همه دیدن، همه گروه های سیاسی دیدن که اینا چطوری روز به روز از صحنه سیاسی خودشون رو حذف کردن. نیازی نبود که نیروهای دیگه وارد بشن و سازمان از صحنه سیاسی حذف کنه. همونجور که شما الان فرموندید، همین الان از داخل کشور، همین کشوری که شما الان توش آمریکا هستید، وایس امریکا هر روز داره یا رادیو فردا یا رادیوهای دیگه دارن برنامه‌های داخل کشور رو به گوش مردم میرسونن. آیا به نظر شما تا به امروز یک شعار برای سازمان مجاهدین از زبان کسی از داخل کشور بیرون اومده؟ مردم ناراضی هم. حکومت فاسده. حکومتیه که داره پول مردم رو چپاول میکنه. مردم اومدن به صحنه خودشون خودجوش. اگر از چند ماه پیش بخوایم شروع کنیم ببینیم، از زمانی که اختلاس ها شروع شد، مثلا بانک ها پولای مردم رو خوردن، حقوق کارگرا پرداخت نشد، تورم اقتصادی بالا رفت. خب آقای روحانی نتونست تا به امروز به خواسته های مردم پاسخگو باشه و به وعده هایی که داده عمل کنه. اما هیچ کس تا به امروز اسمی از مجاهدین به عنوان یه اپوزیسیون که بخواد بعد از سرنگونی حکومت ایران در ایران حکومت رو دست بگیره نبرده. و مجاهدین خودشون رو انداختن وسط و میگن ما حضور داریم. از اون طرف به قول شما آقای رضا پهلوی، پسر شاه ایران، خیلی ساده، خیلی معمولی در میتینگ‌های مختلف در شهرهای مختلف آمریکا وارد صحنه شده، یا از طریق تلویزیون‌های مختلف برای مردم ایران پیام فرستاده که آقا شما تنها نیستید، ما هستیم، کمک میکنیم. ولی هیچ موقع نیومده بگه آقا من دارم تظاهرات مردم در داخل کشور رو سازماندهی میکنم، من یگانهای ویژه فرستادم در داخل کشور با توپ و تانک و مسلسل آماده، میخوان وارد صحنه بشن، حکومت ایران رو سرنگون کنن. ولی مجاهدین میگن که آقا شما برید جلو، ما پشتتونیم. آخه کجا شما پشت مردمی؟ شما تو پاریسی بلند شدید، در پاریس اطلاعیه پشت اطلاعیه، با این سناتور، با اون سناتور، با این رئیس قبلیه نمیدونم سنا، با اون رئیس قبلیه نمیدونم اداره فلان آمریکا، که اصلا از کار برکنار شدن، اصلا موجودیتی بلاد سیاسی و اجتماعی ندارن. الان شروع میکنید با اینا مثلا پول خرج کردن، اینا رو کشوندن سمت خودتون، عکس بگیرید باش بذارید توی تلویزیون و بذارید توی چیزای خودتون، بگید ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم برای براندازی حکومت ایران. ببخشید آقای موسوی، اصلا این ما شما برو جلو ما پشتتونیم توهین هست به ملت. یعنی شماها بره هستین، جلو برین، ما شبان و چوپان هستیم، پشت سر شما میام. و الا اگر کسی رهبر باشه، اصلا معنی رهبر یعنی این راه رو باز میکنه، اونها که دنبال روی این هستن دنبالش میان. اگه مردم رهبرن
که خب پس آقای رجوی باید دنبال اونا بره اگه زنده باشه، یا خانم رجوی. میگم اینم یکی دیگه از چیزایی که اینها متوجه، حتی متوجه کلمات ساده در فرهنگ تظاهرات، جنبش، مقاومت نیستن و میخوان یه چیز جدید درست کنن. بفرمایید. بله بله، من منظورم همینه که شما به حق فرمودید. ببینید خب مجاهدین شگرد کارشون این بوده از اول، همیشه گفتن مثلا ما خودمون تو ارتش آزادی بخش بودیم سالیان سال، به ما میگفتن واحدهای رزمی برن آقا عملیات، برن تو مرز، برن تو شهرها، برن توی نمیدونم کوچه ها و خیابونای شهرهای بزرگ، آقا خمپاره بزن، آرژی بزن، تهشم سیانور تو بخور، نارنجک تو بکش، اسمت میره تو صحنه سیاسی و میره تو صحنه ایدولوژیکی سازمان. از اون طرف سازمان پشتش اطلاعیه، پشت اطلاعیه که آقای مثلا موثقی رفت تو تهران دو تا آر پی جی زد، یه خمپاره شلیک کرد، خود تو واحد مسکونی مردم، بعد میگن واحد مسکونی کجا بود؟ مرکز سپاه پاسداران بود، نمیدونم نیروی انتظامی بود، نمیدونم فلان جای حکومت ایران بود. آقا اینا اصلا دیگه کهنه شده امروز. مردم ما از حکومت ایران ناراضیه، دنیا هم از حکومت ایران ناراضیه. چرا آقا به حق مردم رسیدگی نمی کنند؟ حق حقوق مردم دارن می خورن. به وعده هایی که به مردم دادن تا به امروز رسیدگی نکردن. زلزله میاد، طوفان میاد، طوفان خاک میاد، نمیدونم تورم، همه اینا هستش، همه این مشکلات هستش برای مردم. ولی نیرویی که الان در داخل کشور برای حکومت بلند شده، مردم خودجوشن که دارن شعار میدن، آقا نارضایتی خودشونو به گوش سردمداران حکومت ایران برسونن، یه مشت این وسط تو استفاده میکنن، میان شروع میکنن به آتش زدن، شروع میکنن به شیشه ها رو خورد کردن، ماشین آتش نشانی رو روشن میکنن، میذارن تو دنده، تو خیابون ولش میکنن که بره رو همون مردمی که برای حکومت دارن تظاهرات میکنن، زن و بچه مردم زیرش گیره بشن و کشته بشن. از این طرف خانم رجبی پشت سر هم اطلاعیه میده که آره نیروهای مقاومت در داخل کشور با حصار یکان اشرفی دارن عملیات میکنن در تمامی شهرهای ایران. من موندم این فرقه تروریستی رجبی چرا خودشو هر از گاهی اینطوری میاد تو چش مردم میکنه، در صورت که مردم یک سره فرقه تروریستی رجبی یا نام مجاهدین رو توپ و لعنت میکنن. همه دنیا الان میدونن آقا، میگن آقا ما منتظریم مثلا یه اپوزیسیون خوبی بلندش بیاد تو ایران حکومت رو دست بگیره، خب این آخونده هم برن دنبال زندگیشون، برن اصلا کشتشن، نابودشن، از بین برن. شما خواسته یا ناخواسته یک کلمه رو گفتید، گفتید یه اپوزیسیون بیاد داخل ایران، بله. یعنی این که بایستم بیرون بگم برو خونتونو که ریختین با میان روی خون قرمز شما فرش قرمز پهن میکنیم، اینجوری نیست. اگه خمینی هم میخواست بشینه از عراق و از پاریس به مردم بگه تو برو که من اینجا حالم خوبه، هنوزم نشسته بود اونجا. خیلی ممنونم بله. شما این نکته رو گفتی، یکی بله. باید بره داخل ایران. بله فرمان. بله ما تو داخل کشور اپوزیسیونی نداریم که بخواد از مردم الان دفاع کنه. در خارج کشورم اپوزیسیونی نداریم که مورد خواسته مردم باشه، مورد قبول مردم باشه. کیو داریم؟ یه دونه بچه شاهو داریم، یه دونه همین مجاهدین رو داریم. آیا اپوزیسیون دیگه وجود داره؟ حالا آمریکا ای بگه من میخوام این حکومت رو عوض کنم، خب کیو میخوای جاش بذاری؟ آقا بلند شو، یه برنامه‌ریزی باید داشته باشی. الان بگن آقا حکومت ایران رفت، نابود شد، سرنگون شد، کی بره جاش؟ هیچی. یه هرج و مرجی میشه مثل عراق، مثل افغانستان، مثل لیبی، مثل سوریه، مثل کشورهایی که گفتن بهار عربی، هنوز که هنوزه تو بهار عربی موندن بیچاره ها. بهار که هیچی، حتی پاییزم راضی شدن، ولی الان زمستان شده و همون روزای به اصطلاح دنبال همون کفن دوزای اول میگردن.
بله همهشون سرابشون و حکومتشون رو از بین بردن، وضعیت اقتصادی مردمشون رو به مینیموم رسوندن، هرچی هم داشتن و نداشتن بعد به جیب خودشون به تاراج بردن. الان سازمان مجاهدین اومده دقیقا برنامه های سیمای آزادی خودشو رو این متمرکز کرده و یک سری از مسئولینی که واقعا دیگه اصلا پیر شدن، اصلا طرف خدا شاید من نگاه میکنم نای صحبت کردن مثلا مهدی ابریشمچی نداره، سید و محدثین نفسش در نمیاد صحبت کنه، یا اون گویندهشون صفوی، هیچ کدوم اصلا نمیتونن در رابطه با این موضوع صحبت کنن. بعد اینا سالیان سالی که در خارج از کشورن. این آقای مهدی ابریشمچی خودش به من میگفت عمر هر چیریت تو سازمان مجاهدین 6 ماه، خدا شاهده. بهش گفتم آقای مهدی ابریشمی شما چند ساله که تو سازمان مجاهدین مسئول هستی؟ چرا تا به امروز زنده موندی؟ مگه خودت جز اولین دسته چیریکای سازمان مجاهدین نبودی؟ یعنی منظورش چی بود؟ یعنی منظورش این بود که آقا هر چی بیشتر از 6 ماه تو سازمان مجاهدین مون دیگه به درد سازمان نمیخوره، این آدم دیگه برای سازمان به درد عملیات و عملیات انتحاری و نمیدونم این کارا نمیخوره. یعنی در واقع به زبون لوریش بخوام خدمتتون بگم آقا طرف دیگه پاسیده پاسیده، فقط مونده داره عمرات چی میگذرونه. خود آقای رجبی همیشه این بحث رو میکرد آقا عمر یه چهره تو تشکیلات سازمان مجاهدین 6 ماه، بیشتر از اون هرچیمون دیگه داره ملی کشی میکنه، حرفی بود که خود رجبی میگه. الان شما نگاه کنید گیو پشت سر گذاشتی اومدین وارد ماه بهمن ما شدیم، الان فرقه تروریستی اومده سوار شده رو سال 57 56 مردم توی تهران و سایر شهرهای ایران، یه سری فیلم ها اونجا نشون میده، یه سری فیلم ها از این تظاهرات های امروز نشون میده که به اصطلاح نیروهای کش از داخل برمیدارن اینا رو فیلم برداری میکنن میفرسته برای سازمان مجاهدین و سازمان مجاهدین هم در اختیار رسانه های دیگه میذاره که نیروهای ما دارن در داخل کشور این فیلم ها رو تهیه میکنن و به دست ما میرسونن. و مردم با هر موبایلشون امروز دارن فیلم میگیرن، صاف میفرستن برای بی بی سی، صاف میفرستن برای تلویزیون وایس آمریکا، میفرستن برای رادیو فردا، واسه تمام رسانه های دیگه. خب شما از اونها کپی میکنید، والا به خدا هیچکی برای مجاهدین یه دونه عکس هم نمیفرسته. از این طرف سازمان مجاهدین اومده تو ماه بهمن ما دقیقا دست گذاشته به یه سری از چیزا که در اون سال اتفاق افتاده، از جمله کشته شدن مردم، از جمله سرنگون شدن دوستان متاسف شما دسته بودم که حالا بماند که در اون زمان در زندان ها چه ها کردن که اینا زنده موندن و این آخرین دسته از زندانی ها آزاد شدن اومدن بیرون از زیر دست ساواک شاه، که خودشون مدعی هم در اون زمان ساواک شاه همه رو کشت و قتل عام کرد و نمیدونم شکنجه کرد و دست برید و چشم در آورد و ناخون کشید و گوششون رو برید و پاشون رو برید از این کارا. آقای مسعود رجوی، آقای موسی خیابانی، یه سری دیگه از این دومرچه هاشون از جمله مهدی ابریشمچی و نمیدونم چند تایی دیگه با این آقا اومدن بیرون وارد خیابونا شدن و مردم اینا رو بغل گرفتن و رو سر و دست و رو کولشون بردن رسوندنشون به جایگاهشون. از همون روز هم اینا خواستن انقلاب در دست خودشون بگیرن که آقای خمینی زد تو دهنشون گفت خفه شید بگیرید بشینید سر جاتون، شما منافق هستید. از همون روز از مجاهدین هم با جمهوری اسلامی وارد جنگ مسلحانه شدن از 30 خرداد سال 60 تا به امروز به اصطلاح خودشون دارن با حکومت ایران مبارزه مسلحانه میکنن. الان هم شروع کردن به آماده سازی های به اصطلاح فرقه‌ای برای کشتاری که وزارت اطلاعات ایران در تهران انجام داد، نیروهای سازمان مجاهدین و
در زعفرانیه تهران پایگاهشون رو محاصره کرد و اینا رو به اصطلاح قتل عام کرد و لتو پار کرد، که مجاهدین هم اسمشو گذاشتن عاشورای مجاهدین، و الان دارن به نیروهای داخل کشورشون دستور میدن، تکلیف میدن که آقا در این روز باید کاری کنیم که حکومت ایران سرنگون بشه، تا 22 بهمن حکومت ایران باید سرنگون بشه. آخه شما با کدوم قدرتتون این حرف رو میزنید؟ با کدوم نیرویی که تو ایران دارید میخواید این حرف رو بزنید؟ آقا حکومت ایران تا بن دندون مثلث، از کشی هم هیچ ابایی نداره، همین الان واحدهای بسیجش و واحدهای سپاهش و واحدهای نیروی انتظامیش و واحدهای ارتشش رو تو تمام کوچه به کوچه، در خونه به خونه مردم کاشته، اصلا حکومت نظامی کرده مملکت رو. خب مجاهدین از این خوششون میاد، از این طرف دنیا دو تا اطلاعیه بدن، از اون طرف حکومت ایرانو بندازن به جون مردم، از اون طرف مردم هم یه سری تحت فشارهای اجتماعی و تحت فشارهای صنفی و تحت کمپولی و مواد غذایی و گرونی و نمیدونم این حرفا بریزن تو خیابونو شعار بدن، یه سری هم وسط این شعار دهنده ها بیان بزنن، یه سری امکاناتو از بین ببرن، از اون طرف چیکار کنن؟ نیروهای انتظامی و نیروهای بسیج و نیروهای استپاه هم بیان روی مردم شلیک کنن و دستگیر کنن و ببرن بدنن بکشن، جوانای مردم از بین ببرن، مجاهدین هم اطلاعیه بدن پشت اطلاعیه. در سال 60 که مجاهدین در داخل ایران به اصطلاح ضربه خوردن و نیروهاشون از بین رفتن، خود آقای رجوی زمانی که پاش رسید به اوبرسورواز فرانسه، نیروهای مجاهدین رو توی تهران به وزارت اطلاعات تحویل داد. در اون زمان موسا خیابانی و اشرف ربیعی در تهران در زعفرانیه در پایگاه سازمان بودن، به اضافه سر خورده دیگه نفرات بالای تشکیلات اون زمان سازمان مجاهدین، اینا رو همه رو سازمان فروخ به وزارت اطلاعات در واقع معامله کرد، و تا به امروز خودش داره نون اون داستان رو میخوره. معامله کرد برای چی؟ معامله کرد برای اینکه اونا کشته بشن از بین برن، از این طرف خودش با بنیسر تاش برسه به فرانسه و به اصطلاح خودش پرچم اپوزیسیون رو در خارج از کشور علم کنه. اونهایی که تو ایران بودن در اون زمان، موسا خیابانی و اشرف ربیعی و کادرهای مسئول سازمان، اونا کسایی نبودن که بخوان به هیچ عنوان با جمهوری اسلامی معامله کنن، ولی رجوی با جمهوری اسلامی معامله کرد. رجوی از آقای طالاقانی سوء استفاده کرد، خودش رو آقای خمینی رسوند، رفت کنار دستش نشست با موسا خیابانی، عکس هم باش گرفت، هنوز که هنوز عکسش هست. خودشو به کاندیداتوری ریاست جمهوری رسوند، بعد بهش گفتن آقا تو بکش کنار، ردت میکنیم، تو برو، باقیش با ما اینجا. اونا هم بهش گفته بودن بعد یه سری از آدم های بالای تشکیلات رو تو ما بسپاری و بری. یعنی مثلا رجوی در اون زمان خارج شد، تعداد زیادی کادرهای بالای سازمان که دست راست و چپ خودش بودن با خودش خارج شدن، بنی صدر رو خارج کرد، نمیتونست مثلا موسا خیابانی اشرف ربیعی رو با خودش خارج کنه، نمیتونست بچه شیرخواره خودش رو زودتر از همین بفرسته بره خارج. مجاهدین که میگن ما انقدر قدرت داریم، همون زمان میگفتن تمام بیسیمای جمهوری اسلامی رو ما شنود میکنیم، تمام تلفوناشون رو شنود میکنیم، تمام اخبار داخل وزارت اطلاعات ایران مورد چیز ما هست، لهجیری ما هستش. ببینیم مجاهدین یعنی همین فرقه تروریستی رجوی، از بنیانشون یعنی از روز، از همون زمان شاه که هر چی آدم میره مطالعه میکنه میبینه اینا فقط خواستن سوار بشن بر خونهایی که ریخته شده،
و خودشونو از این خونا به یه نقطه ای برسونن. همین الان مجاهدین هر روز دارن میگن 50 تا تهران کشته شد، 100 تا شیراز کشته شد، 70 تا مشهد کشته شد، نمیدونم روزی 1000 تا 1200 تا کشته و مجروح تو تظاهرات های داخل ایران. خانم رجوی میده برایشون شمع و شمع میکنه، عکساش هست من فرستادم براتون، به بنای یادبودشون احترام میذاره. آقای مهدی ابریشمچی میاد تو تلویزیون مجاهدین صحبت میکنه. آقای موثری ببخشید، دوستان روی فیسبوک حضور دارن و اولا من سلام میکنم با آقای مصطفی محمدی. ایشون نوشته که قبل از اینکه آمریکا به عراق حمله کنه ایشون در عراق بوده و میگه درست روز قبل از حمله آمریکا مریم رجوی و مهدی، شوهر قبلی مریم رجوی، و به تعداد زیادی از افراد بالای فرقه از عراق به طرف اردن فرار کردن و فقط تونستن بچه های ما رو در عراق به اسارت نگه بدارن. آقای مهدی راستین هم میگه الان کوچه به کوچه توی ایران نیروی نظامی هستش. من امروز داشتم یه تفسیری رو گوش میدادم و میگم نزدیک به 3 میلیون افرادی هستن که یا بسیجی و سپاهی هستن یا خانواده های درجه یک اونها، و توضیح میداد که اینایی که از خارج میگن روز 22 بهمن بیاین بیرون، خود جمهوری اسلامی فقط اینا رو بیاره بیرون اینا 5-6 میلیون میشن. اگه یکم خانواده های درجه 2 و 3 رو هم با خودشون بیارن، و ماشاءالله اینا هم تعداد فرزندانشون زیاده. و ماجرای اردن رو اگه اشتباه نکنم درباره این به اصطلاح غیبت صغرای آقای رجوی میگفتن که حتی این مجروح شده و در اردن هست، یا میگفتن طبق قراردادی که با آمریکا بسته قرار در اردن ساکت باشه و هیچی نگه. خب لیدری که ساکت باشه، ببخشید اون وقتا میگفتن فیل مرده و زندهش یه قیمته، این به نظر میرسه که لیدری که ساکت باشه نبودش بهتر از بودش هست. بفرمایید. بله همونطور که شما گفتید، فرقه تروریستی رجوی مریم رجوی رو با یک سری از کادرهای سازمان در اون زمان فرستاد اردن و از اردن فرستاد به اروپا، به فرانسه، که مریم به عنوان رئیس جمهور اومد به خارج کشور، شروع کرد به یک سری کارهای تبلیغاتی و کنسرت را انداختن و نمیدونم ایرانی ها رو جمع کردن و خودشو عرض اندام کردن و از این حرفا، که حتما خودتون در جریان هستید، من وارد ریز مسائلش نمیشم. در واقع از همون زمان سازمان دو شقه شد، یه شقه شد رجوی در داخل خاک عراق، یه شقه شد مریم رجوی در خارج از عراق در اروپا، که نیروها رو بتونه اونجا سازماندهی کنه. از اون طرف هم مسعود رجوی خودش جاپای خودش رو تو اردن صفر کرده بود که با کوچکترین تهدیدی در خاک عراق سریع فرار کنه، با هیئت همراه خودش بره به سمت اردن. یعنی اینا قشنگ برای خودشون سازماندهی کرده بودن، یعنی دقیقا مثل همون سال 60 سازمان و رجلی دو شفت کرد، نیروهایی که با خودش بودن و میدونست اینا 100% نیروهای وفادار به خودش هستن و با خودش از ایران خارج کرد. نیروهای دیگر رو مثل موسی خیابانی و اشرف و سایرین در ایران گذاشت که به دست سپاه پاسداران و اطلاعات ایران کشیشن از بین برد. امروز هم سازمان مجاهدین تا دیروز میگفتن آقا مسعود رجوی نیست، مرد. به قول شما سعود الفیصل اومدش گفت آقا رجوی مرد. نه، ترکی الفیصل. بله گفت آقای رجوی فوت کرد، مرد، تموم شد. حالا دوباره تو این جریانه اومدن میگن آقای رجوی زنده شد، اطلاعیه داره میده پشت اطلاعیه، سخنرانیه سال 60شو، سال 70شو، سال 80شو، سال 90شو داره از سیمای خودشون پخش میکنن، و اطلاعیه جدیدی هم داده به نیروهای داخل و خارج کشور که آقا آماده باشید، سرنگونی تمامه.
من همیشه خودم یادمه تو عراق که بودیم، تو کمپ اشرف که بودیم یا تو کمپ های دیگه که بودیم، مثلا ما واحدهای زرهی بودیم، تانک و نفربر و نمیدونم توپخانه و آتشبار و اینجور چیزا. دوستان همه یادشونه. اینا منتظر بودن کوچکترین جرقه تو ایران به وجود بیاد. چنون سر این ملت رو تو این قرارگاه شیره میمالیدن، چنون سر این ملت کلا میذاشتن که این ملت همه میگفتن آقا فردا رفتیم تهران. اطلاعیه پشت اطلاعیه میداد همین مسعود رجوی و مریم رجوی و توسط شورای رهبری سازمان برای نیروها همه رو سوار کمرشکن میکردن، مهماتگیری میکردن، نمیدونم آذوقه بار میزدن، تجهیزات رو آماده میکردن. یعنی میلیون ساعت کار برای این نفرات در پشت این سیمای خاردار تولید میکردن که اینا اصلا یه قدرت فکر کردن به هیچ چی رو نداشته باشه. بگن همین امروز تا یک ساعت دیگه رفتیم، سرنگونی تموم شد. از لوجستیکش، از پشتیبانیش، از نمیدونم تهیه و توزیع کل مواد و از امکاناتی که میومد وارد قرارگاه میشد، بعد اینا سازماندهی میشد، از نیروهایی که میومد وارد قرارگاه میشد باید سازماندهی میشد. این نیروها هم هر روز کوله به کولشون آماده که همین الان رجوی سوتو میزنه آقا سوارشون بریم تهران، مثل همون داستان دروغ جاویدان. یعنی واقعا سالیان سال اینطوری ما رو اونجا اسیر خودشون کرده بودن، همین الان هم اینطوری دارن به قول خودشون فکر میکنن که خیلی زرنگن، دارن سر دنیا کلا میذارن که امروز فردا حکومت سرنگون شده ما میریم تهران. اول از همه مجاهدین میرسن پایتخت تهران، پایتخت شیر و خورشید، مریم رجوی اونجا میکوبن زمین، میگن این رئیس جمهور منتخب مردم ایران. مجاهدی فقط دارن با این چیزا خودشون رو سر پا نگر میدارن. اینقدر هم تو دستگاه تبلیغاتیشون دروغ هست، دروغ پشت دروغ. از آمارایی که میدن برای تظاهرات ها، از آمارایی میدن که برای زخمی ها، از آمارایی که برای کشتی شده ها، از آمارایی که دونه به دونه شو هر کدوم نیا میکنیم، این همه دروغه. چند وقت پیش توی همین آلمان آقای استوربی تو 17 ژانویه بعد پلیس آلمان اعلام کرده بود که یک سری مثلا جاسوس رو ما دستگیر کردیم که اینا از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران در آلمان به دستور دادستانی کل آلمان فدرال دستگیر شدن. آره اینو تو سایت های خود مجاهدین میشد پیدا کنید. بله این خبر امروز اومد تو سایت های سازمان، دو ساعت دیگه برداشته شد. حالا این خبر اصلا چی بوده؟ اصلا خود دولت آلمان تو هیچ کدوم از روزنامه هاش هم اینو نزد، فقط یکی از روزنامه هاش اینو زده بود این خبر. مجاهدین میان این خبر رو دقیقا 180 درجه برعکسش میکنن. یک سری مزنون به همکاری با یک سری به اصطلاح ارگان های دولتی، اصلا ربطی هم به ایران هم نداشته، اینا رو به اصطلاح از این اسلام طلب ها و نمیدونم از این به اصطلاح چیزایی که مثلا میگن به داعش و به این و به اون خودشونو میچسبونن، اومدن اینا رو چیکار کردن؟ گفتن که اینا رو دستگیر کردن. بعد سازمان اومده گفته که اینا همه نیروهای سپاه قدس ایران بودن، 10 نفر دستگیر شدن، الان هم توسط دادگاه ویژه خانه به خانه شونو دارن چیکار میکنن، مورد بازرسی و نمیدونم تفتیش و اینا قرار میدن. بیانیه پشت بیانیه، بعدم خبر اومد تو سایت های دیگه که آقا این خبر اصلا
خبری مربوط در رابطه با ایران نبوده، اصلا ربطی به ایران نداشته این خبر. اومده مثلا مجاهدین میگن آقا اینا همه جاسوسای وزارت اطلاعات و نمیدونم نیروهای قدس سپاه پاسداران و اینا اون بودن تو آلمان. از اون طرف یه سری مردم اومدن توی آلمان بر علیه آقای شاهرودی که تو بیمارستان هانوفر آلمان بستری بوده، شروع کردن شعر و شعار دادن که آره اینو بعد بشه همون چیز بیمارستان بگیرن و تحویل ایرانش ندن و همینجا محاکمه بشه و دست مردم و به صدای عملش برسه. از جمله حزب کمونیست کارگری کرد به سرکردگی خانم مینا عری و این بعد مجاهدین اومدن این هم میخوان تو دستگاه خودشون، اومدن تو تمام شهرهای آلمان هم برای تظاهرات داخل کشور و هم برای حضور شاهرودی تو بیمارستان در هانوفر تظاهرات به پا کردن و این عکس العمل مردم خودجوش و اینجا برشتن ریختن تو جیب خودشون. تمام مردمی که اینجا اومدن رفتن شهر کرد یا شهرهای دیگه برایش حضور شاهرودی تو آلمان تظاهرات کردن، خودشون خودجوش این کار کردن که چرا بلند شده مردمی که دارن تو کشور ایران از بین میرن اینو بلند کردن آوردنش اینجا، دارن مورد عمل جراحی قرارش میدن و مورد رسیدگی قرارش میدن با بهترین امکانات و امام جمعه مرکز هامبورگ اومده بوده پیشش باش ملاقات کرده بوده و رئیس بیمارستان رو بردن زیر علامه سوال. بعد مجاهدین اومدن گفتن آقا اینا همه چی هن؟ همون رئیس بیمارستان مزدور جمهوری اسلامی که اون برنامه خدا اومدش تو تلویزیون مردم تو تلویزیون وایس امریکا صحبت کرد، تو بی بی سی صحبت کرد، آقای دکتر صمیمی. بله بله آقای دکتر پروفسور صمیمی. بله پروفسور صمیمی تو تمام دنیا ایشون بیمارستان‌های مجهز ساختن برای مداوای مردم. البته ناگفته نماند ایشون آدم خیری هست ولی نمیدونم متاسفانه تحت تاثیر این حرکات قرار گرفته بود، یه چند تا دروغ هم گفتن، مثلا افرادی رو گفتن که من اصلا نمیشناسم و اینها، بعد یکی یکی عکساشون اومد بالا. ولی اون چیزی رو که شما دارید میگید یه نکته جالبیه دوستان. ببینید یه حرکتی انجام شده، نه شروعش توسط مجاهدین بوده، یعنی اینایی که ادعا میکنن ساتلایت دارن و عکس میگیرن از به اصطلاح جاهای و پایگاه‌ها و نیروگاه‌ها و چیزای اتمی ایران، حتی تو آلمان تو اروپا خبر ندارن که یه همچی کسی اومده. اگه اشتباه نکنم یه آقای به نام رضا زرابی این کار رو شروع کرد و بعد به خاطر وجود این دستگاه‌های سوشال میدیا این خبر پخش شد و دیگران هم به اصطلاح رفتن به تظاهرات کردن. که ناگفته نماند همین دوستان هم اگر درست عمل کرده بودن کارشون به نتیجه میرسید، ولی چون شور حسینی برشون داشته بود و احساساتی عمل کردن نتیجهش هم اون شد که اون آقا هم به اصطلاح سر و برو گنده برگشت به ایران. و شما یه نکته ای رو گفتید که این حق مسلم مردم ایرانه که اعتراض کنن، شما که ما رو با دعا و با نمیدونم تسبیح و اینها میفرستید امامزاده ها و به ما میگید پول بریزید تو امامزاده ها تا شفا بهتون بدن، چرا خودتون بلند میشید میرید بهترین بیمارستان های آلمان و انگلستان و اینها که اونجا پرستاران بیهجاب و اینها هم هستن، ولی شما تو ایران میگید دکتر زنان باید زن باشه، پرستار مردها باید مرد باشه و این مشکلات. باز برمیگردیم به اون حرفی که شما اول برنامه زدین، بله در همه جای دنیا ناراحتی هست، در ایران بیشتر حق مسلم مردم هست که اعتراض کنند و حق خودشون رو بخوان، ولی متاسفانه این افراد سودجو، سازمان های سودجو، بالای همه این هم سازمان مجاهدین کاری کرد که مردم بگن ما نمیخوایم نام ننگ اینها روی ما باشه و رفتن دوباره توی خونه هاشون. بفرمایید. بله همونجوری که شما فرمودی. ببینید من به این داستان آقای شاهرودی رو بخوام خلاصه کنم واسه شما، چون من خودم در آلمان زندگی میکنم،
خود تلویزیون های آلمان اعلام کردن که آقای شاهرودی با اسکورت ویژه از بیمارستان هانوفه تا فرودگاه هانوفه اسکورت شد و با هواپیمای هما به طور اختصاصی از هانوفه پرواز کرد به سمت ایران. حتی فیلمش هم نشون داد خود تلویزیون های آلمان. تعدادی از ایرانی هم رفته بودن در همون فرودگاه تظاهرات کرده بودن که با حضور پلیس اونجا مواجه شده بودن. یعنی مجاهدین فقط منتظرن ببینن کجا کوچکترین حرکتی انجام میشه خودجوش از طرف مردم، بلافاصله اینو بزرگش کنن بریزن تو دستگاه تبلیغاتی خودشون و بگن که پرچمدار این ما بود. اینا میگن پرچمدار تظاهراتای امروز در ایران ما هستیم. آخه کجا در کدوم شهر ایران اسمی از شما توسط مردم برده شده؟ در کدوم یک از اخبارهای معتبر خبرگزاری‌های معتبر جهان گفتن که مجاهدین مورد خاصه مردم هستن در تهران، در شیراز، در اصفهان، در مشهد، در سایر شهرهای مختلف ایران؟ ولی اینا خودشون میگن ما در تمام شهرها حضور داریم، پرچمدار تمام تظاهرات ما هستیم. از اون طرف دستگاه تبلیغاتیشون هم طوری داره این برنامه ها رو تنظیم میکنه و در سیمای خودشون پخش میکنه که انگار همین الان در ایران حکومت از بین رفته، مردم همه مسلح تو خیابونا دنبال اینن که یه پاسدار و یه بسیجی و یه دونه نیروی انتظامی گیر بیارن در جا بکشن. ولی به گفته خود شما و چیزی که من خودم از اخبار دیدم در داخل ایران، میتونم بگم الان سر هر کوچه 5 تا بسیجی یا نیروی سپاه پاسداران یا نیروی انتظامی ایستاده. مجاهدین اینجا حلوه حلواش میکنن، اونجا زن و بچه مردم با ترس و لرز جرأت نمیکنن از خونهشون بیان بیرون برن دنبال مایحتاج روزانه خودشون. مجاهدین این چیزا خوششون میاد، مجاهدین از حکومت نظامی تو ایران خوششون میاد، از کشتار مردم بیگناه تو ایران خوششون میاد. آقای محسنی من باز ازتون عذر میخوام چون دوستان روی فیسبوک هستن، ما بارها در گفتگوهایی که با شما دوستان داشتیم این موضوع رو شنیدیم که خیلی از این نیروهایی که بعد به سازمان مجاهدین پیوسته بودن افرادی بودن که به عشق رفتن به اروپا حقیقتا فریب خورده بودن و به اینها گفته بودن که بیاین عراق، از عراق ما میفرستیم شما رو اروپا. آقای مصطفی محمدی در همین باره نوشته که آقای سوربی به زودی فیلم هایی که چطور بچه ها را از کانادا و آمریکا به عراق می بردن را برای تا می فرستن. ضمناً بهتون میگم که چطور مجاهدین برای بچه ها پاپوش درست می کردن و به عراق می فرستادن، مانند الهام زنجانی از کانادا و الهام کیامنش از آمریکا که هیچ کدامشون علاقه رفتن به عراق را نداشتن. خب واقعا معلومه کسی که توی آمریکا و کانادا باشه هیچ میل و رغبتی به رفتن به عراق نداره. اینا رو چجوری می بردن؟ لابد می گفتن بیان یک دیداری داشته باشید، یا این خودش واقعا همون آموزش های فرقه که میگن شستشوی مغزی هست و ما اینجا دیدیم. تا حالا چند تا فرقه رو تو همین 30 سالی که من تو آمریکا بودم دیدم و شاهد بودم و خود آمریکا اینا را از بین برده. یعنی وقتی اسم فرقه میاد، وقتی مخالفت با دولت میکنن، میگن ما دولت رو میخوایم بکشیم پایین، دولت جدید بذاریم، دولت هم به خودش حق میده که با ارتش و توپ و تانک بره به اونها حمله کنه. یه آقای بود به نام دیوید کوروش در ویکو تگزاس، برید بزنید، در زمان کلینتون، یعنی از این کلینتون لیبرالتر از دموکرات ها و اینها، ولی اونها هم تحمل نکردن. ناگفته نماند یه آقای دلغکی که میاد پیام میده به بچه های جوون برید بکشید بزنید، بعد یه نفر برای من نوشته تا حالا 6 نفر رو کشتن. گفتم خب 6 تا خون گردن ایشونه و اگه فردا یه نفر بیاد ایشون رو بزنه بکشه مثل اتفاقایی که میفته، خب ما میگیم بله دیگه، این دستور
قتل میده، اونا هم از اونجا میان ایشون رو میکشن و کسی نمیشینه، مخصوصا کسی که در قدرت باشه. در اصل ممنونم از دوستان مثل آقای محمدی و از اینا، خواهش میکنن این فیلم ها رو برای سازمان و کانون آوا ارسال کنن که اگه اونها مایل بودن از تلویزیون مردم پخش کنیم، چون من بارها گفتم من اینجا فقط مجری هستم که این برنامه ها رو به اصطلاح روی یک قلتکی بچرخونیم و بذاریم که جریان داشته باشه، ولی اصل کاری ها این دوستانی هستن که بعد از اینکه جوانیشون رو برای هیچ، یعنی مجانی دادن، حالا امروز آمدن با شهامت خودشون، شجاعت خودشون وایستادن و دارن برای من و شما میگن و نمیگن ما بریم حالا که رسیدیم به دنیای آزاد دنبال کارمون و بریم، مایی که 30 سال حقوق نداشتیم حالا بریم بیشتر از دیگران پول بسازیم. و ببخشید کی وقت داره که به مردم ایران نظر داشته باشه؟ در اصل من به نوبه خودم از این دوستان ممنونم، از شما ممنون آقای موسوی. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شماست. خواهش میکنم، خیلی ممنون از لطفشون. بله، این نکته که الان دوستون آقای محمدی اشاره کرده، من یک کمی واسهتون توضیح بدم در لابلای همین بحثم آقای سوربی و برای بینندگان. ببینید، سازمان مجاهدین زمان جنگ کویت و همه بچه ها رو از خانواده هاشون، حتی بچه های شیری رو جدا کرد، از پدر و مادرها تو عراق فرستاد اردن، از اردن تقسیم کرد تو کشورهای اروپایی و آمریکایی. این بچه ها بعد از گذشت تقریبا 14-15 سال بزرگ شدن. سازمان مجاهدین با ترفندی که برای این بچه ها به کار گرفت، اینا هر کدوم تحصیلات عالیه داشتن، بچه ها خیلی بچه های با فهم و شعور، خیلی بچه هایی که تحصیلات خوبی داشتن، موزیسین های خوبی بودن، بچه هایی که رشته های تخصصی خیلی خوبی داشتن، از مهندسی، از دکترا، از کامپیوتر. این بچه ها با این ترفند گول زد، بیاید برید یک بار در عید نوروز در عراق در اشرف پدر و مادراتون رو ببینی، خانواده هاتون رو ببینی، بعد مجددا براتون میگردونیم به کشورهای خوده. این دوستانی که بودن تو سازمان مجاهدین میدونن یگانهای میلیشیایی که تشکیل دادن در ارتش آزادی بخش بچه‌هایی بودن که از خارج کشور، بچه‌های خود آدمایی هم بودن که تو سازمان مجاهدین بودن، از خارج کشور اینا رو دوباره برگردوندن به عراق. اینا رو اسمشون رو گذاشتن یکانهای میلیشیای سازمان، این بچه‌ها رو، دختر و پسر به زیر سن قانونی خیلی‌هاشون. اینا رو آورده بودن که به اصطلاح پدر و مادرشون رو ببینن و برشون گردونن. این بچه ها رو اونجا اسیرشون کرده بودن، دیگه نمیذاشتن برگردن. چند تاشون هم در قرارگاه اشرف خودکشی کردن، حتی با گلوله به سر خودشون زدن در برج های مراقبت اشرف، در برج های دیدبانی. دوستانی که اسم بردن میتونن تایید کنن حرف منو. این بچه ها رو آوردن در مناسبات سازمان مجاهدین تزریق کردن، سازماندهی کردن تو قسمت های مختلف، هر کدوم بر اساس تخصص خودشون. و اینا تنشون یونیفرم شد از دختر و پسر، آموزش سلاح های پایه رو دیدن از کلت و کلاشینکوف و بیکیسی و دوشکا و سایر سلاح های پیاده. بعد یواش یواش وارد یگانهای رزمی شدن، آموزش های بالاتر دیدن، همه شون هم منزجر از سازمان مجاهدین که چرا ما رو آوردن عراق و نمیذارن برگردیم. این مال بچه هایی که تو خارج کشور بودن، تو اروپا و آمریکا. تعدادی از نیروهایی که خواستار پیوستن به سازمان مجاهدین بودن از داخل کشور توسط دستگاه تبلیغاتی سازمان
وعده و وعید به این که بیاید ترکیه، ما از ترکیه شما رو میبریم توی کشورهای اروپایی، اونجا برای سازمان کار کنید، کارهای تبلیغاتی کنید. این بند خدا رو میکشیدن میآوردن تو کردستان ایران، از کردستان ایران میکشیدن میآوردن به حساب اینکه میخوان ببرنشون تو ترکیه، میآوردن کردستان عراق، کردستان عراق وارد قرارگاه سازمان مجاهدین میکردن. آقای محسن، اینا همونایی هستند که اگر میخواستن برن سازمان بهشون میگفت که خب میتونید برید، ولی چون غیر قانونی اومدید داخل عراق، دولت عراق شما رو 10 سال یا 8 سال زندانی میکنه. بله بله دقیقا من الان میخواستم آخرش به همین نکته اشاره کنم. خب ببخشید پس من خواهش میکنم این نیروها رو میآوردن تو قرارگاه اشرف، این نیروها دیگه میموندن، یعنی کسی که میومد تو سازمان مجاهدین دیگه راه خروج نداره، میآوردن تو قرارگاه اشرف، بل اجبار باید مورد یک سری بازخواستا قرار میگرفتن. خدا شاهده تو این نیروها آقای سوری آدمایی بودن که معتاد بودن، خود سازمان بهشون قرص مورفین میده، تو نیروهای آزاد جامعه بودن، همه که ترگر و برگر و دکتر و مهندس و درس خونده و چیز نبودن، خیلیشون نیروهای معمولی جامعه بودن، گول میزدن به خاطر اینکه سیاهی لشکر درست کنن، اینا رو میآوردنشون دستگاه ارتش آزادی بخش تزریق میکردن. بعد من و مایی که بدون گذرنامه، بدون هویت قانونی از مملکت خارج شده بودیم، وارد خاک عراق شده بودیم، اگر یه روزی به سازمان مجاهدین میگفتیم میخواییم بریم، میگفت خب، یه کاغذ میذاشت جلوی ما، میگفت بیا این کاغذ رو امضا کن که اولا شما غیر قانونی قاچاق وارد خاک عراق شدید. خب بعد این کاغذ امضا شده رو میداد دست استخبارات عراق، یه مزدوری هم داشتن اونجا به نام ابو سیف که از زندان ابو قریب میومد آدم ها رو جمع میکرد میبرد، از جمله خود منو برد زندان ابو قریب، تحویل زندان ابو قریب داد در سال 1383 ایرانی. بعد میگفتن که این آقا جاسوس ایران در خاک عراق، حکم جاسوس ایران در خاک عراق یعنی به اسم عربیش میشد تجسس. آقای حسین نجات میدونه کسی که به حکم تجسس وارد زندان ابو قریب میشد، مینیمم حکمی که داشت 20 سال زندانی بود. یعنی من با دست خودم واسه سازمان مجاهدین امضا کرده بودم که آقا من غیر قانونی وارد اینجا شدم، الان میخوام برم، با این ترفند از من امضا رو میگرفت، کاغذ رو میدادن ترجمه شده دست استخبارات عراق میداد دست سازمان زندان ها ابو قریب، مسئولش هم میومد توی قرارگاه اشرف خودم ها رو جمع میکرد و همیدش میبرد زندان ابو قریب تحویل میداد. از دم در زندان هم که میرفتی تو، توسط نقیب های زندان زیر مشت و لگد و چوب و زنجیر بودی تا بری برسی به دم قسمت، به دم بنده. من خودم هنوز که هنوز آقای سوری قلبم درد میکنه، من هفته پیش مورد عمل قلب قرار گرفتم به خاطر اینکه تو زندان ابو قریب بیش از 20 تا مشت محکم تو ناحیه قلب من خورد سمت راست. الان رفتم اینجا تو آلمان مورد معالجه قرار گرفتم که اصلا دکتر مونده میگه شما با این سنت چرا باید یه همچین ناراحتی قلبی داشته باشی؟ با سن 47 سالگی 48 سالگی سازمان مجاهدین به خاطر اینکه نیروهایی که نمیخواستن تو درون تشکیلاتش بمونن، من اینو بارها گفتم، اولا خودش شکنجه میکرد، زندان میکرد به بدترین شکل ممکن در کمپ اشرف، مورد توهین و تحقیر تمام نیروهایی بود که به اصطلاح یکان و محور و نفر بودن قرار میداد، بعدش هم تازه تحویل زندان ابو قریب میداد.
من خودم روزی گرفتم تو زندان ابوقریب، کسایی میشناختم که از سازمان جدا شده بودن، فکر کردم اینا میگن یه رفتن دنبال زندگیشون. رفتم تو زندان ابوقریب، میگفتن آقا 5 سال اینجاییم، 6 سال اینجاییم، 7 سال تو ابوقریبیم، تو قسم اعراب و اجانب زندان ابوقریب، یعنی بند خارجی های زندانی های خارجی تو زندان ابوقریب بغداد. من خودم به شخصی یک سال و نیم تو ابوقریب بودم. اگر اینجا باید بگم خدا پدر دولت آمریکا رو بیامرزه، خدا پدر بوش رو بیامرزه، اگر دولت بوش حمله به عراق نمی کرد، دولت صدام حسین رو سرنگون نمی کرد، من و امثال من توی زندان ابوقریب به قول خود عربا شده بودیم رفات و سخون، یعنی دیگه پوسیده بودیم و بین رفته بودیم. سازمانی که تازه شعار میده آقا هر کی میخواد بیاد تو، خیلی سخته، خیلی سخته ورودی به سازمانو، میگفت خیلی سخته، به راحتی کسی نمیتونه وارد سازمان بشه. آقای موثری، آقای کرمی میگن جهت اطلاع در زمان صدام حسین ورود غیرقانونی به عراق حکم آن اعدام بود، احیانا چون جنگ بوده و اینها این حکم رو به اصطلاح قویتر و شدیدتر اجرا میکردن. یه دوستی هم بیداری، انجمن بیداری نوشتن که آقای سوربی اینها تا زمانی که در خیابانها و فروگاه های خارج از کشور مردم یک پوند یک پوند و دلار گدایی میکردن در ایران فعالتر بودن و دهها آخوند را از بین بردن، ولی از روزی که رفتن عراق و پولدار شدن 30 سال است در ایران دیگر حتی یک آخوند را نزدن. بیدار، انجمن بیداری، راست اینم نظر دوستان. ممنونم که روی فیسبوک هستن و دوستان اگر لطف کنید فیسبوک رو چه الان چه بعدن این ویدیوها رو با دوستانتون شیر کنید و احیانا اگه کسی هست که میخواد ماجراهای خودش و سازمان مجاهدین رو با دیگران در میون بذاره با کانون آوا تماس بگیرن تا ترتیب اینکه برنامه‌ای داشته باشن داده بشه. بازم ممنونم از شما آقای موثری، بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله، خوب اشاره کردن آقای کرمی. بله، در یک مقطعی دیگه حکم تجسس شده بود اعدام، یعنی جاسوس دیگه حکمش اعدام بود. سازمان مجاهدین هم از این سوء استفاده می‌کرد، اینو کرده بود یه چماق بالا سر افرادی که تشکیلات می‌خواستن جدا بشن، میگفت خب میخوای بری الان تحویل دولت عراقت میدیم، حکمت هم میشه اعدام. چرا؟ چون غیرقانونی وارد شدی. کسی هم که غیرقانونی وارد شده یعنی جاسوس جمهوری اسلامی تو خاک عراق. یه کسی جرأت نمیکرد که من میخوام برم. سازمان مجاهدین همواره در درون تشکیلات خودش از اهرمای استفاده کرد که جوانای مردم رو از یک طرف جذب کرد، از یک طرف نابود کرد. از یک طرف به طرف میگو بیا برو پدر و مادرتو ببین، به بچه 14 15 16 17 ساله که سالیان سال در خارج از کشور در اروپا و آمریکا به راحتی بزرگ شده بود، آموزش های لازمه رو دیده بود، تدریس کرده بود، بالاخره به یه سطح مرفعی در زندگی خودش رسیده بود، یه شبه برش میداشت میوردش عراق. تازه اینا چجوری میورد؟ اینا رو میورد اردن به هواپیما، از اردن قاچاق با ماشین اینا رو میورد عراق تو کمپ هشت. از اون طرف نیروها رو از ایران میورد به سمت مرزهای ترکیه و نمیدونم مرزهای خود عراق به حساب اینکه بیان برای سازمان تو خارج کشور کار بکنن، بارشون میگن میآورد میدادشون تو قرارگاه اشیا. پشت ماشین های چادردار اینا رو میذاشتن و هم داشتن میآوردن که هیچ جارم نبینن کجا دارن میرن چیکار میخوان بکنن. سازمان مجاهدین همیشه اینجوری خواسته خودشو مطرح کنه که آقا من یه تنه هستم، هیچ کی جلودار من نیست. هر کسی دیگه در هر کجای دنیا میگه شعر شعاره، تنها اپوزیسیون قوی تا
تنها جایگزین حکومت جمهوری اسلامی فقط ما هستیم. من یه عکس از شورای ملی مقاومت برای شما فرستادم که چند وقت پیش مریم رجوی یه تعداد از این نیروهای خودش رو جمع کرده تو شورا تو پاریس، عکس هم گرفته گذاشته که تشکیل شورا دادن واسه مرحله آخری سرنگونی برای ایران. بله اون عکس رو دارم نشون میدم. بله اینا نشستن تو خارج کشور، شما نگاه کن با چه سیستمی، تو چه سالونی، با چه تر و برنامه‌ای، با چه امکاناتی میخوان برن برسن به حکومت که مردم دارن زیر زلزله از بین میرن، زیر طوفان شن از بین میرن، زیر فشارهای اقتصادی از بین میرن. آقای محسنی شما اینو گفتید، من الان یادم افتاد یه استیشن عربی با خانم رجوی مصاحبه کرده بود، من خودم چون منزل آقای بنی صدر رو رفتم و دیدم که یک خونه‌ای حالا نسبتاً بزرگه ولی یه خونه کهنه‌ای رو شهرداری به ایشون داده توش زندگی کنن، خیلی ساده، خیلی ساده واقعا. ولی این دفتر و آفیس خانم رجوی اصلا چی بگم، از دفتر رئیس جمهور آمریکا هم بیشتر و چیزتر بود. حالا این خدا میدونه این تازه دفتر کارشه، حالا اتاق زندگی و خونه و اینهاش به چه صورت هست بماند. دوستی به نام آقای مکس قلمی میگن که عجب فجایع این سازمان مجاهدین خلق در حق ملت ایران و حتی یاران خودش انجام داد، کثیف‌ترین سازمان مخوف در کل جهان دیدن، دستشان به خون ملت ایران. دوستان میگن ننویسید آلوده، بنویسید آغشته، چون کلمه آلوده یعنی کثیف. دستشون به خون ملت ایران آغشته است. جمهوری اسلامی به سبک فکل کراواتی الحق سازمان مجاهدین خلق سازمان تروریست. بله خیلی ممنون از دوستان و لطف کنید با فیسبوک با دوستان دیگه در تماس باشید. دوستانی هم که با ما مصاحبه میکنن بعدش این ور نمیداریم ویدیوها رو از روی فیسبوک، میتونن بیان نظرات شما رو به اصطلاح بخونن، باهاتون در تماس باشن. و این فیسبوک هم الان حدود یک سالی هست که ما برنامه رو به صورت زنده چیز میکنیم، یک کمک بزرگ و بهتری هست. بفرمایید آقای موصلی. بله آقای سوری، همونجور که شما فرموندید، من خودم هم سال اولی که اومدم آلمان به سرپرستی هیئتی از جدا شدگان رفتیم خدمت آقای بنی‌صدر توی فرانسه. ایشون در یکی از همونجور که شما گفتی خونه های یکی از نماینده های مجلس فرانسه زندگی میکنن، یه خونه با چند اتاق و یه فضای سبزی که تحت حفاظت پلیس فرانسه هستش با چندین کامرا از خارج. الان دیگه تحت حفاظت هم نیستن، حتی اگر یادم باشه من دو سال پیش که اونجا بودم گویا آقای بنی‌صدر با همسرشون رفته بودن که به اصطلاح شب اون جشنهای کریسمس و سال نو و اینها، و وقتی برمیگردن خونه گویا خونهشون رو دزد زده بوده. و من پرسیدم مگه شما اینجا پلیس و اینها نیست، گفتن نه الان چند مدت حتی محافظت پلیس رو چون مخارجی بر عهده مردم فرانسه میذارن، مردم پاریس میذارن، اون رو هم قطع کردن. ولی حالا خود شما ببینید که مثلا در اوورسورواز اصلا یه ارتشی داره از خانم رجوی، اون هم برای چی؟ یکی از دوستان به نام پرویز میگه که این آقا چوب این را میخورد که وقتی مسعود به عراق رفت از آرمان جدا نشد و از آن زمان خائن شد، چون دید عراق را به ایران یا آخوند ترجیح داد. من متوجه نمیشم درست، مگه شما حق انتخاب داشتید که وقتی اونها رفتن جدا بشید؟ این سازمان به صورت منسجم بود و تنها کسی که حق انتخاب داشت آقای بنی صدر بود. و یکی دیگه هم هست، دکتری بود اونم جدا شد و به نصیحت کردن به مسعود رجوی، گفتن شما با پیوستن به عراق و رفتن از فرانسه به عراق داری این به اصطلاح کلمه خیانت رو برای خودت به اصطلاح به عنوان لقب یدک میکشی و داری با دست خودت گور خودت رو میکنی. من دیگه ساکت میشم تا آخر برنامه، با فیسبوک کاری نخواهم داشت چون
همون جوری که بهتون گفتم یک ویدیویی رو هم برستادم، ویدیو یک ساعت خورده ایه ولی تا اونجایی که ما وقت داشته باشیم پخش میکنیم، ولی این ویدیو در بازپخش تمامش پخش میشه. مصاحبه آقای سیامک نادری هست که ایشون هم یکی از اعضای سازمان بوده، ولی یه سوالی توی اون ویدیو مطرح شده که دوستان هم از من خواستن که از شماها بپرسم، مخصوصا این حملاتی که سازمان مجاهدین کرده. همه میگن خب اینایی که میان مهمان شما میشن، هیچ کدوم از اینا تا حالا نگفتن من در یه حمله شرکت کردم، من 3 نفر رو کشتم، 2 نفر رو کشتم، 10 نفر رو کشتم، و اگر همچین کاری شده باشه آیا اینا حاضرن در دادگاه‌های محاکمه بشن؟ من چون خودم سرباز بودم و میدونم که اون المعذور و المأمور و معذور درست نیست، ولی ما میدونیم که اگه کسی که سرباز تو ارتشه به دستور فرمانده عمل نکنه محاکمه نظامی میشه. دوستان این نکته رو شما در نظر بگیرید، سازمان مجاهدین اسم خودش رو گذاشته بود ارتش آزادی بخش، و این آقا یا خانم یا افراد دیگه اینها به صورت یک سری افراد ارتشی عمل میکردن. حتی اگر رفته باشن جنگ به اینها چیزی که گفته شده با اون چیزی که بعدن ما دیدیم فرق میکنه. حتی یادمه یه نفر آقای رزاقی بود، گفت به ما گفتن که ما 8 ساعته میخوایم از اینجا برسیم به تهران، در صورتی که توی همون جاده ها ساعت اول خودشون به همدیگه زدن و جاده رو به اصطلاح بند آوردن و نتونستن به جایی برن. شما در این باره نظرتون چیه؟ اگر خدایی نکرده ما شما رو مثال میزنیم چون شما اینجا هستی، توی این جنگ ها شرکت کرده باشید و خواسته یا ناخواسته کسی رو کشته باشی، کسی رو مجروح کرده باشی، شما فکر میکنید که شماها هم باید محاکمه بشید یا نه؟ بله آقای سوری، همونجور که شما فرموندید، ببینید خب من به شخص خودم بخوام بگم تو 2 رشته از عملیات های بزرگ سازمان بودم، شلیکم کردم، شلیکم به سمتم شده، نفر آتش خمپاره بودم، خمپارم بغلم خورده، گلوله توپم بغلم خورده، مجروحم شدم، کشته دیدم، کشتم بغلم نفر شده، کشته شده. ببینید سازمان مجاهدین میگفت بجنگ تا کشته نشی، بجنگ تا پیروز بشیم، بجنگ تا پرچم ارتش آزادی بخش و سازمان مجاهدین رو تک تک سنگرهای مزدورای جمهوری اسلامی بکوبیم. این شعاری بود که ما باهاش حرکت میکردیم و پیشروی میکردیم. بله من به شخصه روزی که اومدم از سازمان مجاهدین جدا شدم، خودم به سازمان مجاهدین گفتم آقا ما چرا باید در داخل خاک عراق با کشوری که داره به خاک و ناموس و وطن ما حمله میکنه همدست بشیم بریم به جنگ؟ خدا شاهده آقای سربی اگه بدونی چه بلایی سر ما آوردن. دوستانی که بودن تو عراق تو تشکیلات مجاهدین میدونن اگر کسی به سازمان مجاهدین میگفت عراق چرا، یعنی همون حکم اعدام صدام حسین برای جاسوس، یعنی کسی اجازه نداره سوال کنه آقا ما چرا تو عراق ارتش آزادی بخش تشکیل دادیم، چرا همدست شدیم با دشمن وطن خودمون. من خودم تو عملیات چلچراغ بودم تو آزادسازی شهر مهران سال 67 فروردین 67، تو عملیات دروغ جاویدان بودم، همون هم که آقای رزاقی گفته 8 ساعته میخواستم برم برسن با تویوتا و لنکروز و ماشینای سنگین و نیمه سنگین چرخدار و تانکای چرخدار برن برسن به کرمانشاه، کرمانشاه همدان، از همدان تهران. یه شبه عملیات سرنگونی رو انجام بدن زمان آتش بس، زمانی که خمینی آتش بس رو پذیرفت، دولت عراق چند وقتی آتش بس رو جلوش رو نگه داشت که به اصطلاح مجاهدین آماده شن برن برای عملیات سرنگونی که به نوعی هم از شر مجاهدین هم خلاص بشه. یعنی این هم یه خیانت صدام بود که به قطعنامه صلح و به سازمان
به اصطلاح ملل و اینها احترام نمیذاشت و فکر میکرد با این تاکتیک میتونه ضربه آخری رو به آخوندا بزنه، نه؟ بله دقیقا، قطعه 598 جلوشو بسته بود، از اون طرف سازمان مجاهدین داشت پروارش میکرد بفرسته برای عملیات سرنگونی به اصطلاح، که بعد بتونه یه شاخه از حکومت خودشو به مزدوری مسعود رجبی تو ایران در دست بگیره. خب عکس ها و فیلم ها و نمیدونم خیانت های سازمان هم هستش دیگه، که استخبارات عراق از زمان حضور مسعود رجبی با افسرهای عراقی داره، از پولایی که دارن بهشون میدن، از امکاناتی که داره دولت عراق بهشون میده، از دلارایی که داره دولت عراق میده به آقای عباس داوری، از همه اینا فیلم گرفته بودن. فیلماش هنوز هم که هنوز هستش، میتونن به همین سایت آوا مراجعه کنن ببینن، این فیلم ها موجوده. صدام از اینا فیلم میگرفت، از تمام جلساتی که با اینا داشته، از تمام پولایی که به اینا داده، از تمام امکاناتی که به اینا داده. بله فیلم کیو موجود میکرده که روز روزگاه اینا به حکومت رسیدن اینا همه رو چماق کنه بالای سرش، بگه حالا بدید بیاد، حالا نوبت شماست که بدید بیاد. بله، یکی از دوستان نوشته آقای سوربی دوره ما اگه یه فشنگم میشد زندانی میشدی، بعد میگفتن مزدور رژیم هستی و نفوذی رژیم، که قصد کشتن رهبر را داری باید زیر شکنجه جواب میدادی. آقای شیرزاد جلیلی هم میگن که آقای امیر راست میگه، منظورشون به شماست و من باز هم از شما ممنونم. ببخشید قرار بود که با فیسبوک کاری نداشته باشم ولی نمیشه، چون این دوستان لطف میکنن، ما هم وظیفمون هست که به لطف اونها جواب بدیم و احترام متقابل رو به اصطلاح به این دوستان بذاریم. از یکایکشون و از حضورشون ممنونم، از خود شما آقای موثقی ممنونم که وقتی هم برنامه ندارید دیدم که گهگاه میایید و به اصطلاح کمک میکنید در این راه که ما اینجا تنها نباشیم. بازم من آقای شما این وظیفه از آقای سوردی باید به دوستانی که صحبت میکنن آدم این حق رو بده که یعنی حرفشون رو اثبات کنه و بهشون دست مزیزا بدید که دارن اینجور فرقه تروریستی رجبی رو افشا میکنن. این دوستان خیلی خوب گفت، خود این باز دوباره میشه واسه من یه خاطره، الان باز دوباره باید یه بحثی رو بشه. ببینید در تشکیلات مجاهدین هر چند وقت یه بار میومدن تمام خوابگاه، تمام کمدای فردی، تمام تخت خوابا، تمام مکتبه، همه رو میگودن ببرید بیرون تصفیه کنید، دوباره بیارید تو آسایشگاه تحت کنترل نیروهای امنیتی خود سازمان مجاهدین. این دوستمون خوب میگه، سازمان مجاهدین یه شب میومد میگه آقا یه کفر گم شده، یه فشنگ گم شده، همه باید هر چی دارن ببرن بیرون تو خیابون بریزن رو زمین، مسئول امنیت تک به تک نفرات رو کنترل کنه بر اساس چک لیستی که داره چیک بزنه، اینا وسایلشون رو جمع کنه نفر به نفر دوباره ببره تو خیابون. و همین موضوع هم بیان میکردن که الان یک مزدوری در درون ما هست، این فشنگ یا این سلاح یا این چه میدونم بی سی مو اینو دزدیده و میخواد برای رهبری سازمان به کار بدن. خدا شاهد آقای سوربی زمانی که مسعود رجبی نشست میذاشت برای نیروها که به اصطلاح نشون میدن این نیروها مثلا 2000 نفر 3000 نفر 1000 نفر توی سالونی جمع شدن، رجبی اون بالا داره با یه فاصله مثلا 50-100 متری حتی با این نیروها اون بالای سن صحبت میکنه، تمام این نیروها اولا قبل از اینکه بخوان برن وارد سالن بشن تو همون خوابگاه خودشون لباس، جوراب، کفش مشخص باید میپوشیدن، یکان به یکان توسط فرماندهشون میرفتن تو محل بازرسی، تو محل بازرسی دوباره باید فانوس‌ها رو باز میکردیم، دکمه‌ها رو همه رو باز میکردیم، جوراب‌ها رو در میآوردیم، کفش‌ها رو در میآوردیم، فقط معذرت میخوام یه نفر لخ میشدیم دیگه. یعنی این همون صحبتیه که من با آقای فیلاوی کردم، گفتم که چرا یه ویدیوی چیزی
گفت آخوندا برای سر ایشون جایزه گذاشتن. گفتم یعنی مثلا حتی توی این 2-3 هزار نفر به یکی مثل شما هم اعتماد نمیکنه که شما بری ازش یه ویدیو بگیری بیاری؟ بله ما میدونیم اون آقای افغانی کی بود که مسعود بود، کی بود شاه مسعود، کشتنش، به عنوان خبرنگار رفته بودن، ولی دیگه بله. شما و دوستان دیگه که مورد اطمینان هستی، این روزا با یک خودکار میشه فیلم برداری کنی، با یک دوربین انقدی میشه فیلم برداری کنی، با یک تلفن دستی میشه فیلم برداری کنی. و نتیجه بله. این دروغ ها این شد که بعدن اون آقای عرب به اصطلاح شازده عربی بیاد و بگه که ایشون فوت شده. و البته بعد یه جوکایی هم ساخته بودن، میگفتن ایشون نظر داره به خانم مریم و میخواد بگه که بابا دیگه تا کی صبر کنم، شوهرت رفته 4 ماه و 10 روز هم گذشته و بیا بریم. در صورت من ممنونم از شما، باز هم اگر صحبتی دارید بفرمایید، ما گوش میدیم. و دوستانی بله. که شکایت میکنن که آقا خب حالا اینا بودن اومدن این برنامه ها فایدهش چیه، بذارید من براتون بگم. من تا امروز از خودم میپرسیدم که یه نفر که تو آمریکا بوده، آمریکا بزرگ شده، چرا میره عراق؟ یه نفر که تو اروپا بوده چرا میره عراق؟ اونی که تو ایران بوده گولش میزنن میگن میخوایم ببریمت اروپا، میبرنش عراق، اوکی اونو میفهمید. حالا امروز فهمیدم ایشون میگه اینا بچه های این بنده خدا بودن و ما داشتیم اینجا دیدیم که توی خانواده ها چه دعواهایی شده بود. مثلا بچه برادر آقای اومده بود اینجا، بعد خانمش میگو این بچه خیلی عصبیه، دعوا میکنه با بچه های من، یعنی حتی چند تا خانوادرم اینا اینجا به اصطلاح از هم پاشوندن. ولی شما چقدر قشنگ توضیح دادید که اینا آمدن اینا رو گفتن خب حالا بعد 15 سال میخوای بابا تو ببینیم، پدر مادر تو ببینی، بیا بریم. وقتی رفتن اونجا دیگه نگهشون داشتن و این ماجراها از اونجاست. پس نتیجه این که بذارید دوستان اینها بیان، الانی که چند نفر از اینها شهامت دارن، شجاعت دارن، اونایی که رفتن دنبال کار زندگیشون، حقیقتا من به خودم اجازه نمیدم اونها رو هم سرزنش کنم، چون بالاخره میگه آقا 30 سال عمرم تلف شده، اقلا این چند سالی که باقی مونده برم. ولی اینایی که میان قابل ستایشن و من به عنوان یه ایرانی تشکر میکنم که اینا تاریخ زنده هستن و دارن این تاریخ رو برای من و شما به زبان خودمون، به زبان ساده بازگو میکنن. مرسی از شما، ممنونم، بفرمایید. خواهش میکنم. من در آخر خلاصه کنم آقای سوری، بیشتر از این مزاحم وقتتون نمیشم چون باید ویدیو هم پخش بشه. فقط این نکته رو بگم که حفاظتی که برای نشست‌های مسعود رجوی در عراق لایه به لایه تنظیم میکردن، من میتونم به جرئت بگم که هنوز که آمریکا رو ندیدم و هنوزم با آمریکا سفر نکردم، کاخ ریاست جمهوری آمریکا حفاظت رو نداره. اولا نیروها رو همه رو سوار ماشین میکردن، از یک قرارگاهی میبردن یک قرارگاه دیگه به فاصله مثلا 250-300 کیلومتر دورتر از اون محلی که سلاح بود و مهمات بود و همه چی. بعدن لایه به لایه تا شعای 10 کیلومتر این قرارگاه توسط به اصطلاح نیروهایی که پاشون روشون صفت بود حفاظت میشون. مسئولین بالای سازمان می اومدن یه سری رو چک امنیتی میکردن، میذاشتن تو سالونی که باید تفتیش میشدن آدم ها، کنترل میشدن، دوباره یه سری دیگر رو این آدم ها کنترل میکردن، میرفتن یه لایه عقبتر میستادن پشت سر مثلا منی که میخواستم الان نیرو رو کنترل کنم، تفتیش کنم، بازرسی بدنی کنم، بپرسم بری تو سال. یعنی هر نفری که ایستاده بود یه نفر دیگه جلوش بود. این نفرات با دست همه رو کنترل میکردن، نفر باید وسایلش رو میگرفت دستش، از این دو نفر رد میشد، تازه میاد میرسید به یه نفر دیگه که اسکن میشد، دوباره سر تا پا، از سر تا پایین بدنش جلو و عقب دوباره اسکن میشد، بعد تازه اوکی میشد که از در سالون خارج شد بره به سمت سالون جلسه مسعود رجوی. خب تو آخه خودتو کجا میبینی؟ کی میدونستی که آخه کسی بخواد تو رو بکشه؟
شما که میگفتید ما لایه به لایه خاک اشرف رو کنترل میکنیم، مورچه از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تو اشرف نمیتونه نفوذ کنه. به چش عنوان اینقدر ترس و باهمه از مردن و از مرگ داشتی؟ شما که خودتون رو چریک میدونستید، شما که خودتون رو رهبر انقلابی میدونستید، شما که میگفتید چگوارا پیش کسرت ماست، شما که میگفتید امام حسین پیش کسرت ماست، شما که خودتون اینقدر از مرگ حراسان بودید، چطور انتظار داشتید نیروهای لایه پایین بیان دارن به خاطر شما تو شهرها و خیابونای ایران عمل انتحاری انجام بدن؟ شما که خودتون لایه زرورق طلایی پیچیده بودید تو عراق با بهترین امکانات، و من اینجا اونجا بودم میگفتم تو که خودت داری اشغالت رو میکنی، من چرا برم به خاطر تو کشته بشم؟ من چرا برم رو مردمم سلاح بکشم؟ من چرا برم رو مردمم خونپاره بزنم؟ مگه نبود آقای سربی خونپاره هایی که شلیک کردن والا به خونه های مردم خورد، به ساختمون های مردم خورد، زن و بچه مردم کشته شدن، یه نیرو انتظامی کشته نشد، یه سپاهی کشته نشد. آدم هایی هستن که رفتن عمل انتحاری کردن در خاک ایران، در داخل شهرهای ایران، حتی عضو بدنشون هم از دست دادن، ولی گلولهشون فقط خورده به اماکن مسکونی مردم. و آقای رجوی در عراق اطلاعیه پشت اطلاعیه که نیروهای ما در داخل کشور عملیات انتحاری کردن، ده‌ها و صدها و هزاران نفر از نیروهای مزدور جمهوری اسلامی رو به خاک کشیدن، واحد عملیاتی رو فرستادن داخل کشور، واحد عملیاتی زنده توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شد، گفتن واحد عملیاتی عمل انتحاری انجام داد، خواهر مجاهد نمیدونم فلان، خواهر مجاهد نمیدونم فلان، خواهر مجاهد نمیدونم فلان، روحش نشان یادش نگرانی با سش مجلس تحریم برگزار کرده. چهار روز بعد آوردن تو تلویزیون جمهوری اسلامی گفتن اینا کتاب بودن که سازمان مجاهدین با سشون مراسم چهلم گرفته بودن. و در آخر اینو بگم که من و ما ایرانی اگر امروز انقلاب میکنیم فقط برای خواسته های خودمونه، فقط برای فشارهای اقتصادیه، برای فشارهای سیاسیه، برای ناهنجاری های اجتماعیه، خودجوش خودخواسته برم میشیم تحت رهبری هیچ یک از این کسانی که خودشون رو دعایه مردم ایران میدونن برم نمیشیم قیام کنیم. اینا یه مش سودجور، یه مش فرصت طلب، یه مش کسایی هستن که دستشون تا بالای آرنج به خون مردم به خودشون رو آغشتن. همون بچه شاه، همین فرقه تروریستی رجبی، اینا اگه خوب بودن زودتر از این حرفا میتونستن حکومت ایران عوض کنن. پس اینا نمیتونن حکومت ایران عوض کنن، مردم ایران هستن که امروز برای خودشون تصمیم میگیرن چطوری حکومت ایران رو عوض کنن و کیو جایگزین امروز حکومت ایران کنن. خیلی ممنونم از شما و بینندگان محترم که این وقت در اختیار من گذاشتید در خدمتتون باشم. بسیار ممنونم از شما. آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم، امیدوارم در برنامه های آینده با شما باشیم با خبرهای بهتر و شادتر. خیلی ممنون که با ما بودید. خیلی ممنون از شما، آرزوتون بخیر، شما آخر هفته خوبی داشته باشید. خیلی ممنون، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای موثقی بودیم از آلمان. اون ویدیویی رو که بهتون گفتم لینکش رو زیر فیسبوک گذاشتم و شما میتونید ببینید صحبت‌های آقای سیامک نادری هست و ببینید که اینها با خودشون چه کردن. آقای کرمی که از فرانسه هستن نوشتن که اولا ممنونم از آقای واهیک اسکندری، این هنرمند خوبمون، بعد نوشتن که آقای سوبی رفتن به سالن‌هایی که نشست‌های مسعود رجوی برگزار می‌شد از لحاظ بازرسی میشه فکر کنم بگم که از مراکز اتمی با قابل قیاس با مراکز اتمی باشه.
اینجا من خیلی راحت در فرانسه کاخ الیزه رفتم، بازدید کردم، مجلس سنا، مجلس ملی فرانسه رفتم، همه جا یک بازرسی عادی بود، اما نشست های فرقه استثناء بود. واقعا از هفت خان رستم باید عبور میکردیم یا سختتر بود. بعد نوشتن که فرقه رجوی جدا از تیم های حفاظتی از مسئولین خودشان، تیم های حفاظتی شخصی هم استخدام کردند که تقریبا 12 نفر هستند. این پول هنگفت از کجا می آید؟ آقای قلمی میگه که این برنامه ها خیلی مفیده، خیلی از هموطنان در ایران ماهیت کثیف مجاهدین خلق را نمی شناسند. خیلی خوبه این افشاگری ها، مردم ایران بهتر این موجودات رزل را بشناسند. من ممنونم و بهتون گفتم دوستان اگه شما هم یا کسی رو میشناسید یا خودتون مایل هستید در برنامه ها شرکت کنید، میتونید با کانون آوا تماس بگیرید. اگر مشخصات کانون آوا رو ندارید بعد با من تماس بگیرید، من به اصطلاح درخواست شما رو برای دوستان ارسال میکنم. ولی کانون آوا روی فیسبوک هست، avaassociation.com، ایمیلشون هم اینجا بهتون نشون بدم. اجازه بدین، بارها در حین برنامه هم نشون داده شده، خیلی ساده، آوا خط فاصله association.com. همینجا من از شما خداحافظی میکنم. برنامه های تلویزیون مردم ادامه داره، هم ببینید هم به دیگران بگید و بریم قسمتی از این فیلم رو ببینیم. ولی این فیلم در به اصطلاح برنامه های بعدی به صورت کامل پخش میشه، پس با ما باشید و نظرات خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. روز روزگار بر شما خوش. برنامه رو پی میگیریم با این مصاحبه. آقا درود بر شما، نهایت سپاس و عزت دارم که اجازه دادی رو در رو با شما گفتگو کنیم و این من فهم میکنم کار مفیدی است، برای اینکه باید حرفا همه گفته بشه و ما مردم هم آماده شنیدن باشیم، بشنویم، فارغ از حب و بغض و تنگ نظری دنبال کنیم مسائلو. به هر حال نهایت سپاس دارم ازت. به شما درود میفرستم آقای نادری. با سلام آقای بهبهانی، بسیار تشکر میکنم از شما و بینندگان عزیز میهن تیوی. ممنون. دوستم اجازه بده که از زبان خود آقای نادری بشنویم. آقای سیامک نادری از اعضای سازمان مجاهدین بودن. آقای نادری خیلی مختصر، چون موضوعات زیاده، من فکر میکنم خوبه که این تیکه اولش رو فقط مختصر بگین. شما از کی به سازمان مجاهدین پیوستی؟ آشنایی شما با سازمان مجاهدین از کجا بود؟ این ریشه کار کجا بوده؟ از اونجا برامون بگین تا ما بتونیم سوالاتمون رو از شما بپرسیم. بله، من در همون حیث بیس انقلاب سال 57 با سازمان آشنا شدم و سپس هوادار سازمان بودم، تشکیلاتی کار میکردم باهاشون. در 5 مهر ماه سال 60 دستگیر شدم و به مدت 7 سال و 4 ماه در زندان‌های اوین، گوهردشت و قزلحصار زندانی بودم. 1 ماه پس از آزادی از زندان به ارتش آزادیبخش و سازمان مجاهدین در عراق پیوستم. 26 سال اونجا بودم تا بهمن ماه 1393 از سازمان خارج شدم و کمتر از 3 سال در آلبانی بودم. 3 ماه پیش به آلمان اومدم و الان هم در آلمان حضور